بخونید کتاب ارمیا رو که خوندیم، خب به خاطر شاید بینندگانی هستن که تازه ما پیوستن، مادری در سن 93 سالگی که قلبش هم به مسیح داده تماس گرفتن و ابراز ناراحتی و نگرانی کردن و اینکه 19 نفری که این 19 نفر هم مسلمان سنی بودن و اینها رو اعدام کرد دولت جمهوری اسلامی، که اگر اشتباه نکنم یکی از این خانواده دو تا فرزندشون اعدام شده بود. و ما پیگیر آنچه را که این مادر گفت و دعا کردیم، من هدایت شدم که از کتاب ارمیا 29 رو نیز خواهرمون لطف کردن خوندن. اما خب ایشون فرمودن که پس توکل به خدا هستش که میتونه به ما کمک کنه که با این همه خبرهای بدی که میشنویم و حتی سختی ها و مشکلاتی که توی زندگی ما هستش، این سربالایی و سرپایینی‌ها که توی زندگی ما هستش، چگونه ما بتونیم شوق به زندگی رو بازم داشته باشیم. آمین. یعنی اون شادابی زندگی رو داشته باشیم. واقعا. زندگی حقیقتاً زیباست، اما چگونه ما میتونیم با این همه اتفاقای بد، با این همه خبرای بد، این شوق به زندگی داشته باشیم؟ مسلماً باز برمیگردیم به آنچه را که خواهرم اعلام کرد، با توکل به خدایی که میشناسیم. آمین. خدای حقیقی که میشناسیم. حتما ما در مشکلات و سختی‌ها هستیم، میبایست با متخصصینی مانند وکلا، مانند پزشکان ریز صحبت کنیم، مانند روانشناسان عزیز سخن بگیم، اما این رو بدانیم تکیه به هر انسانی 100% کردن خودش نقطه ضعف ماست، چرا که از درون میدونیم که انسان‌ها قادر مطلق نیستن نسبت به دانش و حکمتشون، بلکه ما میبایست به دنبال موقعیتی باشیم که به ما این اعتماد 100% رو بده که اون هستش که ما رو یاری خواهد کرد، ما رو عاشق ما هستش و همه این هم 100% 99% نیست، یعنی کاملا. و کلام خداوند نیز این رو اعلام میکنه که خدا ما رو دوست داره، عاشق ما هست. به طور خاص در انجیل یوحنا 3:16 میخوانیم که اعلام میکنه خدا انقدر جهان را دوست داشت، یعنی دیگه مرز نمیذاره چقدر، میگه بی نهایت جهان و مردم و بشریت رو دوست داشت که یگانه، یه دونه داشته، یگانه پسر خودش رو، یه دونه شو داشته و دوتا نداشته، یگانه پسر خودش رو داد تا هر کس که ایمان بیاورد هلاک نشود. آمین. بلکه آمین. حیات جاوید رو داشته باشه. پس ما میبینیم که این خداست که عاشق ماست، این خداست که قادر مطلق هستش، این خداست که حکیم مطلق هست، این خدایی که جهان را آفریده. من باید به او توکل کنم. آمین. حتما در مسیر زندگیم از متخصصین، از دانشی که به دست میارم، از اطلاعاتی که به دست میارم استفاده خواهم کرد برای زندگی سالم، اما اون من رو کامل نخواهد کرد. جایی هستش که من اون احساس خلع رو میبینم در زندگیم خواهد بود. شخص 10 میلیون دلار برنده میشه و همسرش از اونجایی که میدونسته که شوهرش ناراحتی قلبی داره و اگر بخواد به اون اعلام بکنه و پزشک گفته بوده که هیچ نوع هیجانی برای همسر شما خوب نیستش، تصمیم میگیره که با پزشکش این موضوع رو در میون بذاره که همسرم 10 میلیون دلار برنده شده، اما من میترسم به اون بگم و اون هیجان زده بشه و سکته بکنه. پزشک میگه نگران نباش، من خودم باش صحبت میکنم. پزشک وقتی اون شخص رو صدا میکنه، شروع میکنه باش خیلی با نرمی صحبت کردن، یه قرص هم بهش میده، قرص آرامش بخش، که این قرص هم بخوره که یه خود ریلکس بشه اگر این خبر رو شنید، برای قلبش خطر نداشته باشه. و بعد بهش میگه خب دوست عزیز من بگو اگر تو 10 میلیون دلار برنده بشی با اون چه کار میکنی؟ اونم با خونسردی میگه آقای دکتر، من حقیقتا سلامتیمو از شما دارم، این شما بودید که جون منو نجات دادید زمانی که سکته کردم، پس بنابراین با تمام وجودم اگر 10 میلیون برنده بشم، من 5 میلیونشو به شما میدم. همون موقع پزشکی خودش سکته میکنه. هموطنان عزیز، اگر قرار بر این باشه تکیه‌گاه ما قوانین این دنیا، بیمه‌های اینجا باشن، وکیلان عزیز ما باشن، پزشکان خوب ما باشن، روانشناسای روشنفکر ما باشن، باز ما یک جایگاهی رو داریم که بهش میگن شک، تردید، ترس. اما اگر خدا رو بشناسیم که خدا عاشق ماست، خدا ما رو دوست داره، دیگه چه ترسی، چه شکی. از این رو تشویقت میکنم،
خداشناسی رو نیز پیگیری کن تا بتونی در این مسیر عاشقانه خودت رو، عاشقانه خانوادت رو، عاشقانه خلق خدا رو، عاشقانه خدا رو نیز دوست داشته باشید. شاعر نیز اعلام میکنه زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، زنده است آن که عشق می‌ورزد. هم وطن عزیزم، عشق رو نمیتونی تو عشق بدی به دیگران مگر اینکه بتونی از سرچشمه عشق و محبت پر بشی و بعد بتونی عشق بدی. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد. هم وطن عزیزم، کلام خدا رو بخون. آمین. در حضور خدا به زبان خودت برو، عاشقانه از او بطلب تا وجود تو رو پر از عشق کنه. آمین. کینه و نفرت و تلخات رو بشور. میدونم در طول زندگی، در طول اتفاقایی که افتاده آزرده دل شدی، تلخ شدی. خداوند قادره که تو رو تراپی کنه و تو رو شفا بده. آمین. خدای زنده، نه خدایی که بهمون یاد دادن، نه خدایی که گفت بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. آمین. خدایی که عشق هستش. آمین.